33 جشنواره موسیقی فجر امشب در ایستگاه پایانی برندگان جایزه باربد را معرفی میکند. در مراسم اختتامیه که از ساعتی پیش آغاز شده. گفتگو میکنم با خانم شفیعی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در تالار وحدت. خانم شفیعی سلام، چه خبر از برگزیدگان باربد؟ سلام، امشب جایزه باربد به 12 آهنگساز و خواننده رسید. بر این اساس در بخش آهنگسازی موسیقی کلاسیک جایزه باربد مشترکاً به کارن کیهانی برای آلبوم باغ بیبرگی و علیرضا مشایخی برای آلبوم سپکتروم رسید. در بخش آهنگسازی موسیقی ایرانی با کلام به کاوه صالحی برای آلبوم این هم حکایتی است و در بخش خواننده برتر موسیقی ایرانی با کلام به علیرضا قربانی برای آلبوم فروغ رسید. در بخش آهنگسازی معاصر بی کلام هم جایزه باربد به میلاد درخشانی برای آلبوم نقطه پرگار رسید. در بخش آهنگسازی موسیقی تلفیقی بی کلام گلنوش صالحی برای آلبوم ده تیر تونست جایزه باربد رو بگیره و برگزیدگان بخشای دیگه تا دقایق دیگه اعلام میشه.